بهروز ثابت در مورد نقش عدم وجود عدالت اجتماعی در ساختارهای آموزشی صحبت خواهند کرد. با عرض درود خدمت شما عزیزان و تشکر و سپاسگزاری از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که فرصت حضور در این مجمع را به من داده اند، صحبت خود را در مورد نقش ساختارهای آموزشی در نهادینه کردن بی‌عدالتی اجتماعی در ایران آغاز می کنم. عدالت اجتماعی در مجموع به ایجاد و تحول جامعه‌ای اطلاق می‌شود که در آن اصول و ارزش‌هایی چون برابری، وحدت منافع و مسئولیت‌ها و حقوق بشر در معنای کلی و عمومی آن مورد نظر قرار گرفته باشد. تعلیم و تربیت مدرن بر اهداف عدالت اجتماعی تأکید کرده و بر وحدت اصلیه نوع بشر تأکید کرده و آن را چارچوبی مناسب برای سازماندهی روابط متقابل انسانی دانسته است. واقعیت این وحدت مورد تأیید کلیه رشته‌های دانش بشری است. مردم شناسی، زیست شناسی، روان شناسی فقط یک نوع انسان می‌شناسند و تفاوت آنها را در صرفاً تفاوت‌ها را صرفاً در جنبه‌های ثانوی محیطی در نظر می‌گیرند. شناخت این واقعیت اولین شرط استقرار عدالت اجتماعی است. ما نیازمند تغییرات عمیق در تعلیم و تربیت هستیم تا بقای انسان در این جهان سریع التغییر ممکن گردد. نظام آموزشی معطوف به عدالت اجتماعی می تواند به ایجاد نگرش‌ها، ارزش‌ها و مفاهیم جدید در معلمین و متعلمین کمک کند و آنان را به اعمال آگاهانه و سنجیده در جهت تغییر اجتماعی رهنمون گردد. جان دوئی، فیلسوف پراگماتیسم آمریکایی و از بنیانگذاران روابط میان عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت به نحوی جدید، از جمله کسانی است که در این مورد مطالعاتی دارد. او معتقد بود که فرایند و عملکرد تعلیم و تربیت ریشه اجتماعی دارد و هدف آن عبارت است از بقای جامعه و ادامه حیات اجتماعی و نیز تجدید کردن و احیا و بازنگری تجربه انسانی و آنچه که به زندگی معنا و ارزش می‌دهد. جان دوئی در کتاب ارزشمندش دموکراسی و تعلیم و تربیت نظریه اندیشمندانه ای را عرضه می کند. او معتقد است که چون تعلیم و تربیت در صدد نوسازی مداوم تجربه انسانی است، لذا با نفس زندگی مترادف است. زندگی یعنی تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت یعنی زندگی. در این حال تعلیم و تربیت سنویت سنتی میان تئوری و عمل را از میان بر می دارد. تعلیم و تربیت هم در برگیرنده نظام ارزش هاست و هم در صدد اعتلا بخشیدن به آنهاست. از این رو می توان گفت که فلسفه اگر بران است که از حوزه انتزاع بیرون آید، بایستی کاربردی عملی داشته باشد و در نتیجه منطقی است که نتیجه بگیریم فلسفه عبارت است از تئوری عمومیت داده شده و تعمیم یافته تعلیم و تربیت. به زبانی دیگر، تعلیم و تربیت آزمایشگاه فلسفه است. جان دوئی معتقد بود که ایدئال‌های دموکراسی و آزادی و تحول اجتماعی ابعاد فلسفه تعلیم و تربیت را تشکیل می‌دهند. او بر این باور بود که تعلیم و تربیت و جریان یادگیری و در نتیجه روابط متقابل اجتماعی صحنه عملکرد تعلیم و تربیت است و لذا تعلیم و تربیت به عنوان یک مؤسسه اجتماعی نقشی حیاتی در تحول و بازسازی اجتماعی ایفا می کند. از نظر او تعلیم و تربیت صرفاً به جهت فراگیری شاخه‌های علم نیست،
بلکه فرایندی است که در مسیر آن فرد نحوه زندگی کردن و درست زیستن را می‌آموزد و در این مسیر ابزار تعلیم و تربیت را به کار می‌گیرد تا دنیایی بهتر و متعالی‌تر و اخلاقی‌تر برای خود و دیگران به وجود آورد. در کتابش موسوم به نام عقاید من در مورد آموزش و پرورش، جریان تعلیم و تربیت را با تحول شناخت و آگاهی جمعی همراه دانسته و معتقد بود که فرد می تواند با سهیم شدن در این شناخت و آگاهی به بازسازی و تحقق عدالت اجتماعی مدد رساند. از نظر او آگاهی جمعی نتیجه مبادله آزاد و پویا و تحول آرا و افکار در یک محیط دموکراتیک است. یکی از مشخصات اصلی سیستم مطلوب تعلیم و تربیت آن است که با تغییرات لایزال جهان منطبق باشد. در عصر حاضر مشخصه اصلی جهان ما نیاز حیاتی آن به وحدت و یگانگی است. ما در عصری زندگی می کنیم که در آن پیوندها و ارتباطات بشری از حیطه مرزهای ملی و حوزه‌های جغرافیایی و دائره‌های فرهنگی و قیود مذهبی و حصارهای ایدئولوژیک خارج شده و به سرعت به سمت یک ایجاد جهان متحد در حرکت است. تحولات و بحران‌های جهان به نحوی روزافزون نیاز به وحدت عالم انسانی و نظمی نوین را آشکار می‌سازد. از یک طرف پیشرفت علمی و فنی و انقلاب علمی و بست ارتباطات بین المللی و شبکه‌های الکترونیکی و جهانی شدن سیستم اقتصاد و تجارت ملل و جوامع را به یکدیگر نزدیک ساخته و ولی از طرف دیگر نابرابری اقتصادی، تعصبات ملی و مذهبی و نژادی و تضادهای فرهنگی ملل و جوامع را در مقابل یکدیگر به سفارایی کشانده و نائره جنگ و نفاق رو به افزونی گذاشته است. آموزش یکی از مهمترین اسباب رفع اختلافات و ایجاد تعاون و همکاری بین المللی و توسعه و رفاه اجتماعی و تحقق صلح بین المللی می باشد. در این دیدگاه نظام تعلیم و تربیت اهدافی مافوق اهداف شخصی و انتفاعی را دنبال می کند و در صدد است تحول و تغییری اساسی در شخصیت فرد و نظام اجتماعی به وجود آورد. تعلیم و تربیت هدفی اجتماعی و جامع و شمول را دنبال می کند و بایستی آزادی انسان را از قیود کهن و تقالید و تعصبات در نظر گیرد. تنویر افکار و احترام به آرا و عقاید ملل مختلف را تشویق کند، آزادی زنان و احترام به حقوق انسان را ترویج کند، به ایجاد جامعه مدنی مدد رساند و به بسط و گسترش روابط فرهنگی و تمدنی بپردازد. سیستم آموزشی اگر هدفش آن باشد که به رفاه و همزیستی بین المللی مدد رساند و تعصبات را از بین ببرد، چاره ای ندارد که محتوای آموزش را از قیود سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رها سازد و آزادی را چه در توسیع معارف و چه در کسب آن به تمام نوع بشر عرضه کند. عدم دسترسی به تحصیل و تکنولوژی جدید و یافته‌های علمی یکی از نتایج وخیم تضاد اقتصادی است که میان جوامع پیشرفته و عقب مانده موجود است. در سطح بین المللی بایستی نوعی همکاری جهانی آغاز شود که آموزش و یادگیری را برای همه امکان پذیر سازد. محتوای علم و دانش و نتایج تحقیق منحصر به فرد و ملت خاصی نیست، بلکه سرمایه فرهنگی تمام نوع بشر است. متاسفانه به خاطر تعصبات و جدایی‌ها برخی سیستم‌های آموزشی به شاگردان خود اجازه نمی‌دهند که در مورد فرهنگ‌ها و ملل دیگر تحقیق و مطالعه کنند تا در نتیجه از بار شدید تعصبات و جدایی‌ها کاسته شود. در نظام‌های توتالیتر سیستم آموزشی به نحوی خطرناک به مغزشویی و تحریف حقایق و تحریک احساسات خام می‌پردازد تا ایدئولوژی قدرت حاکمه را در نهاد جامعه تحکیم کند. می‌توانم با مثال‌هایی از گذشته مطلب را روشن‌تر کرد. مثلا در آلمان نازی تأکید شدید بر آموزش کودکان و نوجوانان می‌شد
و رژیم نجات پرست آینده خود را در پرورش نسلی میافت که کاملا از اندیشه مستقل و آزاد تهی شده و در بس در اختیار اهداف سلطه جویانه رژیم در آمده باشد. پسران را برای خدمت سربازی و دختران را برای خانداری آماده می کردند. تبلیغات و پروپاگاند از طریق مجاری و سازمانهای آموزشی و نیز با شرکت اجباری در جلسات و برنامه های کمیته های موسوم به جوانان هیتلر، کودکان و جوانان را هدف می گرفتند. معلمین یا بایستی مطیع محض بودند یا دچار پاکسازی می شدند. به کودکان یاد داده شده بود که اگر آثار سرکشی در معلمین و یا والدین خود ببینند به رژیم گزارش دهند. محتوای موضوعات درسی نیز دچار تجدید نظر گشتند. علوم حتی علوم طبیعی مثل بیولوژی بران شدند که به دانش آموزان بیاموزند که ایدئولوژی نژاد برتر ریشه های ژنتیک دارد و جوانان را تشویق می کردند که با یافتن قرینه مناسب پاکی خون و برتری نژاد آریان را حفظ کنند. در علوم فیزیک و شیمی و ریاضی هم چون نمی توانستند مطابق ایدئولوژی نازی دست اندازی کنند، اما نتایج فنی آن علوم را در پیشبرد ماشین جنگی و نظامی آلمان و اهداف توسعه طلبانه آن به کار می بردند. در شوروی سابق هم اوضاع بر همین منوال بود، بخصوص در سالهای 1930 تا 1950 در دوران وحشت و استبداد استالین، نظام آموزش و پرورش به صورت ابزار پیشبرد سیستم توتالیتر به کار گرفته می شد، بخصوص علوم انسانی و اجتماعی به بهانه حذف افکار بورژوازی و ضد انقلابی مورد تصفیه و تجدید نظر قرار می گرفت و کتب تاریخ تبدیل به جزواتی مملو از توطئه انگاری و ایدئولوژی و پروپاگاند و تحریف رویدادها می گشت. شیوه تاریخ نویسی نه به قصد انعکاس رویدادها بلکه به جهت تطبیق تمام تاریخ از ابتدا تا انتها، از جز تا کل، از رویدادهای مادی تا ارزش‌های فرهنگی بر اساس فلسفه ماتریالیسم تاریخی بود. در چین نیز بخصوص در سال‌های انقلاب فرهنگی، یعنی برای حدود 10 سال نظام آموزش و پرورش آن از حرکت باز ایستاد. همینطور در کامبوج پس از غلبه خمرهای سرخ دانشگاه‌ها تعطیل شد، روشنفکران و اساتید دانشگاه به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند، کتاب‌ها سوزانده شدند، آثار هنری، تابلوهای نقاشی، آثار عتیقه و میراث‌های فرهنگی از میان رفتند به بهانه آنکه هدف نظام تحکیم ایدئولوژی انقلابی بود و تا تحکیم آن معتقد بود همه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی الزاماً بایستی تصفیه شوند تا در فرصت مناسب بازسازی گردند. در سایر نقاط هم مثلا به نوعی که درس تاریخ در بسیاری از ممالک تدریس می شود یک محتوای سیاسی و ایدئولوژیک دارد. البته این مطلب هم تازه نیست. می دانیم که از قدیم مورخان رومی و یونانی ایرانیان را بربر و وحشی قلمدار می کردند. می دانیم که مورخان جهانگشایی ها و قتل عام های رهبرانشان را اعمالی قهرمانانه تصویر کرده اند. وقتی تاریخ که در حقیقت حافظه یک ملت است با تعصبات ملی، مذهبی و نژادی توأم می شود، نوعی نسیان جمعی حاصل می شود که در نتیجه فارغ التحصیلان آن مکتب آموزشی چیزی به جز تعصب ندارند که به فرهنگ جهانی عرضه کنند. برای این مشکل زمانی راه حل مناسب و مطلوب ایجاد می شود که سیستم آموزشی ابعادی جهانی پیدا کند و برنامه ریزی آموزشی محیطی را ایجاد کند که در آن آزادی تحقیق و مطالعه برقرار باشد. چنین محیطی فقط در صورتی امکان تحقق دارد که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تضمین شده باشند. ایجاد محیطی که در آن آزادی تحقیق و مکالمه و مطالعه برقرار باشد. این محیط ایجادش منوط به افزایش ارتباطات و رفع سوء تفاهمات بین المللی است. همینطور ایجاد چنین محیطی نیازمند سطح بالاتری از رشد اخلاقی است، چرا که در حال حاضر هر ملتی بران است که خود را بری از اشتباه و دیگران را مقصر بداند. اما در جهانی که سطح اخلاق
و ادراک یگانگی بشر افزونی پیدا کرده، نوعی از آزادی فکر حاصل می شود که در نتیجه آن همه شاهد و گواه کاستی های تاریخی خود خواهند بود و برتری اخلاقی متعلق به هیچ قوم خاصی نیست. در چنین محیط آموزشی، شاگردانی که در مدارس غربی به تحصیل مشغولند به مطالعه دستاوردهای تمدنهای دیگر مثل تمدنهای شرقی و تمدنهای اسلامی می پردازند و شاگردان مسلمان هم با آزادی به مطالعه تحولات فکری، علمی و فلسفی غرب مشغول می شوند. در چنین حالتی ریشه های اصیل هر فرهنگی به تمامه و با آزادی کامل مورد شناسایی و بررسی قرار می گیرند و داد و ستد فرهنگی رکن اساسی سیستم آموزش بین المللی می شود و سوء ظن و شک سیاسی دست از دامن سیستم آموزشی می شوید. چون عدالت اجتماعی در بطن جامعه و روابط متقابل انسانی شکل می گیرد، لذا امری تاریخی پویا و متحول است و بایستی در زمینه مختصات تکامل جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد. اما در ایران، بعد از انقلاب اسلامی، بخش قابل ملاحظه روحانیت شیعه نتوانسته با مفاهیم جدید عدالت اجتماعی همراهی کند و لذا به جای پیشرفت به سیر قهقرایی افتاده است. تبیینات مطلق گرایانه و انحصار طلبانه روحانیت شیعه جامعه ای را به وجود آورده که ذاتاً با اصول برابری همه شهروندان و حذف تبعیضات اجتماعی و حقوق بشر در تنافر و تناقض است. نابرابری بین زن و مرد، بین مسلمان و نامسلمان و نفی اعلامیه حقوق بشر طبعاً با مفاهیم جدید عدالت اجتماعی در تضاد است. روحانیت شیعه سعی کرده است که این نابرابری‌های به رسمیت شناخته شده را به نحوی توجیه کند، اما در تلاشش برای این توجیه چاره جز بازگشت به خیشتن قرون وسطایی و مبارزه با تجدد و دگراندیشی و نوآوری نیافته است. سیستم آموزشی در ایران نیز به مثابه سایر سیستم‌های توتالیتر مطلق‌گرا به ابزاری برای توجیه جزمیت‌گرایی و تأیید قدرت حاکم سیاسی و کیش شخصیت در آمده است. مؤلفه‌های رسمی و غیر رسمی آموزشی به نحوی مستمر دنیایی را تصویر می‌کنند که در آن جمهوری اسلامی به عنوان یک جزیره پرچمدار عدالت جهانی در میان جهانی متخاصم درگیر شده و لذا ریشه تمام نابسامانی‌های اجتماعی نتیجه توطئه خارجی است و نه در شکست نهادینه شدن آنها و شکست نهادینه شدن عدالت که در اعلامیه حقوق بشر تصویب شده و قانون اساسی ایران نیز ظاهراً آنها را تعهد کرده است. در آموزش و پرورش ایران به جای تفکر انتقادی اسطوره اندیشی تدریس می شود و نظریه پردازی اجتماعی یعنی دشنام و نفرین به دغدغه های مدرنیته و غلبه بر توطئه های حامیان آن است. در فرصت کمی که داریم امکان بررسی دقیق تر رابطه آموزش و پرورش و عدالت اجتماعی در ایران وجود ندارد، اما قبل از پایان کلام می خواهم فرصت را غنیمت شمارم و در مورد مؤسسه آموزش عالی علمی که توسط جامعه بهائی ایران تأسیس شد چند کلامی عرض کنم. آنچه بر این مؤسسه می‌گذرد نمونه بارز و شاهد گواه بی‌عدالتی بر یک نهاد علمی و آموزشی و فرهنگی است. چنان که می‌دانیم از آغاز انقلاب اسلامی و در ادامه سیاست حذف دگراندیشان، جوانان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مدارس عالی ممنوع شدند و خواستند با ایجاد ستون مذهب دانشجویان بهایی را که به حکم دیانتشان اهل تقیه نیستند وادار کنند که دست از عقیده خود بکشند. هدف این تهاجم فرهنگی ایجاد فشار و ناامیدی در جامعه و سوق دادن نسل جوان جامعه به سوی بیسوادی، بیکاری و فقر فرهنگی و اقتصادی بود. جامعه بهائی ایران در پاسخ به این تهاجم
نه اعمال خشونت کرد و, و نه دامن غم به بغل گرفت و به خودزنی پرداخت، بلکه با صبر و استقامت پایه و اساس مؤسسه ای را گذاشت که در سطح عالی نسل جوانش را با علم و دانش روز مجهز سازد و خلأ ناشی از عدم دسترسی جامعه به تحصیلات دانشگاهی را جبران کند. اساتید و پژوهشگران جامعه که خود را از کار بیکار شده بودند دست به دست هم دادند و در خانه ها و زیرزمین ها با تشکیل کلاس ها و آزمایشگاه ها به تدریس فرهنگ و ادبیات فارسی، علوم، کامپیوتر، مهندسی، معماری، جامعه شناسی، روانشناسی و سایر رشته های معارف بشری پرداختند. به مرور با استفاده از تکنولوژی و اینترنت بخش آنلاین نیز به کلاس های حضوری اضافه شد تا سطح کمی و کیفی دسترسی به تحصیلات عالیه را افزایش بخشد. مؤسسه بهایی تحصیلات عالیه نخست تحصیلات عالیه تحت شرایط سرکوبگرانه تمام مساعی خود را به کار برده که با عالی ترین موازین علمی و تحصیلی پایبند باشد و به خاطر همین موازین فارغ التحصیلانش موفق شدند، برخی از فارغ التحصیلانش موفق شدند که در بهترین دانشگاه‌های غربی به تحصیلات خود ادامه دهند. در سراسر تاریخ کوتاه مدتش مؤسسه علمی آزاد مورد تهاجم و حمله قرار گرفته و همکارانش دستگیر و زندانی شدند. بارها کتب، کامپیوترها و لوازم آزمایشگاهی ضبط و توقیف شدند. آخرین حمله در خرداد ماه رخ داد که ماموران امنیتی با هجوم به منازل بیش از 30 نفر از اساتید و مسئولان مؤسسه عده‌ای را بازداشت و به اتهامات امنیتی زندانی ساختند. مؤسسه آموزش عالی بهایی یا BIHE هیچگاه ماهیت حوزه‌های علمیه مذهبی را به خود نگرفت. اساس آن بر موازین علمی و پژوهشی و استانداردهای نظری و عملی شناخته شده در جهان استوار است. همچنین اجازه نداد که سطح آموزش به هیچ شکل و صورتی جنبه سیاسی و حزبی و انتقاد از حکومت و جر و بحث بی‌فایده به خود بگیرد. اگر فرض کنیم ناظر بی‌طرفی از خارج به جریان کلاس ها و موضوعات تدریس و مباحث مورد مطالعه و تکالیف و رابطه دانشجو و استاد نگاه کند، محال است تصور کند که این مؤسسه وابسته به جامعه است که به شدت تحت ظلم و ستم و تبعیض است، چرا که یک کلام از آن ظلم و ستم را وارد جریانات تحصیلی نمی سازد. در این دانشگاه حقوق و علوم سیاسی تدریس می شود بدون آنکه مباحث آن سیاسی زده و شعاری شوند. جریان آموزش و پرورش به تحریکات سیاسی تبدیل نمی شود. تشکیلات مؤسسه تحصیلات عالی بهایی واکنشی بود که آن را می توان واکنشی خلاق و سازنده به ظلم نامید. واکنشی بود بر علیه نهادینه شدن بی‌عدالتی اجتماعی. حتی می توان گفت یک قدم از مبارزه منفی و یا مسالمت‌آمیز جلوتر بود، چرا که مبارزه مسالمت‌آمیز از خشونت پرهیز می کند، اما در این حال با شرکت نکردن و عدم همکاری هنجارهای حکومت تمامیت خواه را به مبارزه می طلبد. اما BIHE برعکس در پاسخ به ستم وارده اقدام به سازندگی و نوآوری کرد و با مجهز کردن جوانانش به نیروی علم و دانش از آنها خواست که توانایی‌های خود و نتایج تحصیلاتشان را در خدمت ایران و هموطنانشان مصروف سازند. البته در جهان فعالیت‌های مشابه مؤسسه تحصیلات عالی بهایی سابقه دار است، اما قطعاً کمتر اتفاق افتاده است. می دانیم که مثلا در لهستان پس از اشغال آن توسط قوای نازی و سرکوب سیستم آموزش و پرورش آن کشور و اجازه ندادن غیر آلمانی ها به ادامه تحصیلات عالیه، معلمین و پژوهشگران و پروفسورهای لهستانی یک سازمان و پروسه آموزشی را آغاز کردند که در طی آن دانشجویان خود را در آپارتمان ها مورد آموزش قرار می دادند. در هر حال ایجاد مؤسسه تحصیلات عالیه بهایی نشان می دهد، نشان و گواهی است از روحیه دانش دوستی و ترقی خواهی و بلند نظری ملت ایران
ادامه همان روح سربلندی است که در طول تاریخ با وجود همه حملات دوباره و دوباره سر برآورده تا به عنوان ملتی آزاد در داد و ستد فرهنگی جهان نقش تاریخی خود را ایفا کند. Thank you. متشکرم. بعد از ظهر شما بخیر، عصر شما بخیر. بسیار خوشبختم که این دومین بار است که در همایش سالانه بهائیان ایران شرکت میکنم و باید بگویم که هر دوبار احساس کردم که میشود در برابر حتی همین نظام حقوقی تبعیض به هر حال با آرایش صلح‌آمیز اعتراض کرد و به هر حال مقاومت رو به صورت‌های صلح‌آمیز شکل داد و خوشحالم که آقای دکتر به درخشان‌ترین نمونه این واکنش صلح‌آمیز که می‌تواند خلاق باشه و حتی برای اکثریت مسلمان اون کشور الگو باشه برای کار کردن اشاره کردن و من دیروز در جلسه‌ای که جوانان برگزار کرده بودند و بخشش اختصاص به این امر داشت حضور پیدا کردم و حقیقتاً ستایش کردم این حرکت صلح‌آمیز و خلاق را که میتونه استمرار پیدا کنه و میتونه حتی دست بسیاری از کسانی رو، فعالان مدنی رو که از ایران به خصوص در این دو سه سال اخیر خارج شدن و بسیاری از اونها امکانات مالی و منابعی و روابط خوبی در اختیار دارن باز کنه برای اینکه به رفع برخی از کاستی‌هایی که در اون کشور هست به کمک اینترنت بپردازند، هرچند که به فعالیت‌های حقوق بشری هم اون کسانی که در این حوزه کار می‌کنند ادامه می‌دهند، ولی ما نیازمند روشنگری‌های وسیع‌تری در عرصه مسائل اجتماعی در ایران هستیم و منظور من از شرکت در این میز گرد این است که توجه بدهم به بسیار مشکلات و مصائب اجتماعی که ناشی از رژیم تبعیض است، ناشی از نبود عدالت اجتماعی است و خود را البته در این جلسه فارغ می‌دانم از اینکه عدالت اجتماعی را تعریف کنم یا اینکه درباره این نبود در ایران به تفصیل سخن بگویم، چون گفتنی ها رو تا جایی که کنفرانس اجازه میداده دوستان دیگر در این دو روز گفتند و حالا ما تصویری پیش رو داریم که بر پایه این تصویر عدالت اجتماعی اساسا در دستور کار این حکومت نیست. صرف نظر از ساختار حقوقی و سیاسی در دستور کار دولت‌های این حکومت تأمین عدالت اجتماعی وجود ندارد. آنچه وجود دارد ایجاد تفرقه، ایجاد خصومت و دشمنی بین لایه‌های مختلف اجتماعی است، ایجاد رویارویی بین مردمی است که
هزاران سال است در یک سرزمین زندگی می کنند و هرچند با یکدیگر بسیار اختلاف مذهبی، دینی، آیینی، مرامی و جنسیتی داشتند، اما این حکومت گویا آمده است تا همه آن تضادها و تناقضهای تاریخی رو تشدید بکنه. و ما در حال حاضر با یک جامعه بیمار داریم روبرو میشیم که این جامعه بیمار اگر پیشرفته بشه بیماریش، شاید دیگه حتی با تغییر رژیم و رفع تبعیض از قوانین هم به آسونی و در زمان کوتاه نشود این جامعه رو به راه آورد و بهش کمک کرد تا ریشه این خصومت‌ها و دشمنی‌های داخلی و درونی و درون لایه‌ای در این جامعه خشک بشه. اخیراً با آماری مواجه شدم که شخص درداشنایی به نام دکتر محمد رضا سرگلزابی، اگر که درست بخونم، این رو به نام یک بررسی یک فاجعه ملی با نگاه روانشناسی منتشر کرده، بسیار خلاصه. من اون رو خلاصه تر میکنم و برای شما میخونم. گفته در 30 سال اخیر ژن و بیولوژی مردم این کشور تغییر نکرده است، اما اتفاقات مهمی در آن رخ داده است. در این 30 سال جمعیت کشورمان 2 برابر شده، شاید بیشتر، اما جمعیت زندانیان آن 10 برابر شده و شاید بیشتر. در این 30 سال جمعیت کشورمان 2 برابر شده، اما آمار مرگ و میر اعتیاد 30 برابر شده. کشور ما اکنون رتبه اول اعتیاد به مواد مخدر و رتبه اول مرگ و میر تصادفات جاده‌ای و رتبه اول فرار مغزها را در جهان به خود اختصاص داده. آمار زندانیان ایران 2 برابر میانگین جهانی است و اکنون تعداد زندانیان ایران 3 برابر ظرفیت‌های زندان‌های کشور است. البته خب ایشون به نظرم از خانه‌های امن اطلاع نداشتن، چون این کسری رو با خانه‌های امن جبران می‌کنند. و سیامک بیش از 1 سال در این خانه‌های امن بود و روحش شاد که هر وقت من می‌گفتم بر تو چه گذشت، تکیه کلامش این بود که می گفت سر خم می سلامت بشکست گر سبوهی. متشکرم. ایران پس از چین گفته می شود رتبه اول اعدام در جهان و رتبه اول تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد، که البته به تشخیص ما این آمار درستی نیست و اگر تناسب جمعیت چین و ایران رو در نظر بگیریم باید بگوییم در اعدام ایران رتبه اول رو داره، برای اینکه اون جمعیت انبوه کجا و 70 میلیون جمعیت ایران کجا. بنابراین در این عرصه هم شاگرد اول شدیم. خب با همه اینها مواجه هم می شویم با رشد لجام گسیخته خشونت مردم بر مردم، یعنی آنچه که رژیم تبعیض بر اون جامعه تحمیل کرده، علاوه بر اعتراض، نارضایتی و ناخشنودی که نوع و شکلی از اون رو در خرداد 1388 شاهد بودیم نسبت به حکومت، مردم نسبت به خودشون هم نابردبار و ناشکیبا شدن. من
مدتی است که در ایران نیستم، ولی آنچه از شهود عینی میشنویم این است که متاسفانه نه تنها این پرخاشگری و این دشمن نگری در جمعیت کشور روز به روز در حال تزاید است، و بلکه حتی دامان فعالان باقی مانده مدنی را هم در آن کشور گرفته است. و همه اینها اگر فاجعه ملی نیست چیست؟ و اگر تبعات و پیامدهای نبود عدالت اجتماعی در ایران نیست از چیست؟ مردم را به صورت‌های مختلف رو در روی یکدیگر قرار دادند، به اندازه‌ای که می‌شود گفت در ایران اگر بخواهیم کلیگویی کنیم و در این فرصت‌ها که طبعا نمی‌تونیم وارد جزئیات بشیم، باید بگیم که ما در ایران زنان علیه زنان رو داریم، ما در ایران جوانان علیه جوانان رو داریم، ما در ایران شیعیان علیه شیعیان رو داریم، ما در ایران شیعیان علیه سنیان رو داریم و برعکس، و ما در ایران تضاد عمیق بین زن و مرد را داریم، ولی از همه اینها مهمتر فاصله روز به روز بیشتر شده فقر و غنا را داریم که این آخری بیشترین ریشه را در خشونت‌های اجتماعی که امروز ظاهر شده در ایران به صورت‌های مختلف یقیناً به خودش اختصاص میده. فقر، فقر مطلق و غنای شگفت‌انگیز، پولدار شدن‌هایی که در چند سال حقیقتاً حیرت انگیزه. حتی من که 10 سال از ایران خارج شدم، گاهی وقتا از پولدار شدن کسانی خبر پیدا میکنم که باور نمیکنم، و گاهی که خودشون راجع به قیمت املاکشون حرف میزنن، دائما ازشون سوال میکنم مطمئنی که شما چند تا صفر رو اضافه نمیگین؟ یعنی اینقدر شگفت انگیز این ثروت اندوزی. و برعکس، کسانی که با چند جا کار کردن هم نمیتوانند زندگی خودشون رو اداره کنند. بنابراین نبود عدالت اقتصادی که از مهمترین شاخص‌های نبود عدالت اجتماعی است، اینکه ثروت ملی و درآمد ملی عادلانه توزیع نمی‌شود و بی‌اعتنایی به کارآفرینی دولت‌های بر سر کار، همه دولت‌ها، نه فقط دولت احمدی نژاد، البته بیشتر دولت احمدی نژاد. جرائم اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، دزدی و انواع و اقسام جرائمی را که ریشه اقتصادی دارند بالا برده، و فساد اقتصادی در این عرصه که منشأ حکومتی داره و کسانی را به ثروت‌های هنگفت میرسونه و باعث فقر بخش بزرگی از جامعه میشه، یک عامل اساسی است که نبود عدالت اجتماعی رو گزارش میده و آثارش به صورت افزایش جرائم خاصی ظاهر میشه، و اون خشونت مردم بر مردم هست و حس انتقام جویی که در مردم گاهی وقتا تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، از حکومت منصرف میشه و رویارو میشه با برخی دیگر از طبقات مردم. در اینجا جمله درستی گفته شد که عدالت و برابری جبران ناپذیرند، و گفته شد که عدالت فقط حق نیست، بلکه حق به علاوه حق گذاری است، و ما در ایران
هر دو مشکل را داریم. یعنی نه قوانینمون ما رو به طرف حق و برابری میبره و نه حق گذاری به درستی انجام میشه. یعنی حتی اون بخش از قوانینی هم که تا حدودی ممکنه بهبود بخش باشه، وقتی به دست مجریان خاصی قرار میشه که اجرا بشه، اونها رو هم به زیان مردم و به زیان تأمین عدالت اجتماعی تعریف میکنن. بنابراین این که چه کسانی در یک کشوری عدالت اجتماعی رو تعریف میکنن، شاید گاهی وقتا از تعریف خود عدالت اجتماعی مهمتر باشه. کسانی که تعریف میکنن عدالت اجتماعی رو در ایران، گاهی وقتا تعریفشون کاملا به بی‌عدالتی نزدیک میشه و من در دادگاه‌ها بسیار شاهد این نوع تعریف بودم و مثال خردی برای شما میزنم. یک بار زنی نزد من آمد و به استناد قوانینی که میگوید مرد باید در برابر زنان خودش، اگر بیش از یک زن داشته باشه، عدالت رو تأمین کنه و همچنین به نقل از اون چه که بر منابر شنیده بود به من گفت که من میخوام تو برام طرح دعوا کنی در دادگاه. فکر کردم طلاق میخواد. گفت نه. گفت من میخواهم از دادگاه مطالبه عدالت کنم، چون شوهر من برای زن دومش خانه ای در فرمانیه خریده و من در پایین شهر به صورت بسیار محقری در یک خانه محقر زندگی میکنم، من و بچه هم. من جواب خودم رو میدونستم و میدونستم که در دادگاه چه پاسخی خواهم گرفت، ولی قبول کردم و رفتم دادگاه و همین خواسته رو در یکی از دادگاه‌های خانواده مطرح کردم و در اونجا با یک تعریف عدالت مواجه شدم. قاضی گفت در اینجا تعریف عدالت برمیگردد به سطح طبقاتی که این زنان در آن طبقات قرار داشته. مثلا زن اول از طبقه فرودست بوده، زن دوم از طبقه بوده که خادم و آشپز و باغ و ویلا و همه چیز داشته. بنابراین ما نمیتوانیم مرد را در این پرونده محکوم کنیم که برای زن قبلی خودش هم خانه ای در فرمانیه خریداری کنه. پس بنابراین میبینید اون عدالت اجتماعی که ما راجع بهش حرف میزنیم و بسیار نقل میکنیم و کد میکنیم از فلاسفه غرب، گاهی وقتا به چه شکلی در دست حق گزاران و کسانی که باید اجرا بکنن تعریف میشه و این تعریفه که خودش رو تحمیل میکنه بر زندگی مردم. در هر حال باید خلاصه کنم، در ایران جوانی دو مفهوم پیدا کرده. یک مفهومش پر از امتیازات مالی و قدرت و تکیه‌گاهه که بخش بزرگی از جوانان ایرانی هستند که اینها هرگز بیکار نمیمونن، برای اینکه با حکومت کار میکنن و نه فقط کار میکنن و بلکه پیرو بیچون و چرا هستند. اینها مشکل رفاهی ندارند و اینها همونها هستند که بعضی وقتا در خیابانها دیدید در خرداد 88 به بعد که چگونه جوانهای دیگر را، آن نوع دیگر را زیر چکمه و ضرب و شتم میگیرند. جوانی مفهوم دیگرش این است که جوان هیچ نوع امنیتی ندارد، هیچ نوع امیدی به پیدا کردن کار ندارد، حتی اگر تحصیل کرده دانشگاهی بوده باشد. چرا؟ برای اینکه
پیرو بیچون و چرای حکومت نیست، برانداز هم نیست، ولی سوال کننده است. اما همین او را بس که سوال می کند. بنابراین حتی قادر نیست مسکن کوچکی تأمین کند، کار کوچکی داشته باشد و همسری برگزیند، یا اگر این اتفاق در زندگیش بیفتد خیلی زود به طلاق منجر می شود. در اینجا دختر و پسر تفاوتی ندارند، چون در حال حاضر رقم و نرخ دختران تحصیل کرده دانشگاهی در ایران بالاست و به همان نسبت بیکاری در دختران تحصیل کرده دانشگاهی بالاست و زنان و شوهران بیکار طبعاً زود به طلاق و جدایی میرسند. زن بودن دو مفهوم دارد. یک مفهومش همان است که میبینید در تظاهرات حکومتی، کمتر شده نسبت به گذشته، ولی در گذشته انبوهی از زنان علیه ما بودند و ما آنها را در تظاهرات می‌دیدیم. مفهوم دیگری از زنان، زنانی هستند که به حجاب اجباری انتقاد دارند، به فضای بسته زندگی اجتماعی انتقاد دارند، به اینکه نمی‌توانند با جنس مرد معاشرت داشته باشند انتقاد دارند. شیعه بودن دو مفهوم پیدا کرده است. شیعه واقعی از نظر این حکومت کسانی هستند که پیرو بیچون و چرای ولایت فقیهند و در این راه بذل جان می کنند و در این راه هر کاری که آمران بگویند می کنند. اما شیعیانی هستند که نان شب ندارند، یا اگر دارند قطره ای آزادی ندارند. سنیانی در ایران هستند که مناطق مرزی ایران را تشکیل می دهند و بسیار برای حفظ آن کشور جان نثار کردند. آخرین بار در جنگ 8 ساله ایران و عراق، ولی آنها اخیراً در عید فطر اجازه پیدا نکردند که نمازهای جماعات خودشون را در گروه‌های کوچک برگزار کنند و پلیس مانع برگزاری نماز جماعات هموطنان سنی ما در کشور شد. مولانا عبدالحمید، یکی از مولوی های بسیار خوندل اهل تسنن ایرانی، اخیراً گفت ما از دولت اطاعت می کنیم، از ولی فقیه اطاعت می کنیم، ولی مسائل مذهبی ما در دست هیچ حکومتی نیست. از مرگ هم حراسی نداریم. شما حوزه دارید در قم، ما هم حوزه داریم. بگذارید به حال خودمان. چرا ما را اینقدر احضار و تهدید می کنید؟ تعجبم این است که در هیچ حکومتی در دنیا آنقدر حرف وحدت زده نمی شود که توسط حکومت ایران زده می شود. ما اهل سنت ایران برادران اهل سنت شما هستیم که به ناله در آمده ایم. ما را تحمل کنید. ما برادران شما هستیم. راهمان گفتمان است اگر مشکلی هست. ما از مقام معظم رهبری انتظار پدری داشتیم. نامه ها و فریادهای ما را جواب بدهند. ما را بگذارید راحت زندگی کنیم. دغدغه فکری برای امور مذهبی ما نداشته باشیم. ما نمیپذیریم که قانون برای حوزه علمیه قم حوزه های سیستان فرق داشته باشد. آبا و اجداد ما قبرستانشان
در این خاک است. برای این خاک آنها جان دادند. فقط بگذارید زندگی کنیم. اینها فقط نمونه های کوچکی بود از نبود انواع عدالت اجتماعی در ایران که همگان به نسبت به این موارد اشراف دارند، ولی شاید همگان این اشراف را نداشته باشند که منجر شده به دعوای مردم با مردم و منجر شده به این که در کشور ما تجاوز جنسی به صورت شگفت‌انگیزی هر لحظه بر نرخش و بر آمارش افزوده بشه. خشم فزاینده طبقاتی در اون کشور بیداد میکنه. مواد مخدر نه فقط در جمع جوانان از جنس مرد که زنان را هم در بر گرفته. فحشا روز به روز رو به افزایشه. و اما دولت که او هم به ناله در آمده از این وضعیت اجتماعی و با وجود خشونت‌های قانونی و غیر قانونی که اعمال می‌کنه تا حالا نتونسته این خشونت‌های اجتماعی رو مهار کنه، داره خط مشی خشونت‌آمیز بیشتری رو انتخاب می‌کنه، داره سوء استفاده می‌کنه از این وضعیت اجتماعی که خودش باعث بانی اون بوده. به این معنی که مثلا در یکی از دهات یا شهرستان‌های اطراف اصفهان به نام سده که فرصت طلبان نامش رو بعد از انقلاب گذاشتن خمینی شهر و فرصت طلبان نامش رو قبل از انقلاب گذاشته بودند، فکر می‌کنم شما یادتونه؟ همایون شهر. در اونجا یک تجاوز دست جمعی اتفاق میفته، وارد یک باغی میشن به تعدادی زن که در یک مهمانی شرکت کرده بودن، تجاوز میکنن، مردانشون رو در اتاقهای دربسته نگه میدارن و بعد فرار میکنن. و به هر حال این بحثی میشه که اون جامعه که یک جامعه است از نظر دینی و تاریخی بسیار تندرو، اون جامعه رو به هر حال باعث تحریکش میشه و به هر حال کسانی رو میگیرن، دستگیر میکنن به نام متهم و سپس محکوم و حالا میگویند که باید اونها رو در ملأ عام اعدام کنیم. یعنی چیزی بر اعدام دارن لحظه به لحظه اضافه میکنن و اون اعدام در ملأ عام. از اونجایی که با این همه اعدام نتونستند خشونت‌های اجتماعی رو که ناشی از اشتباهات و خطاهای خودشون بوده کنترل بکنن، دارن بر نوع خشونت‌ها اضافه میکنن. و من متاسفم در اینجا بگویم که ما هم چندان کاری نمی‌کنیم برای اینکه دولت در این زمینه‌ها توفیق پیدا نکنه. درسته که ما دائما آمار اعدام‌ها رو منتشر میکنیم و دربارش حرف میزنیم، ولی حالا که اقلیتی مثل شما همت کرده و در شبکه سازی به استادی بیشتری رسیده، خوبه که از فضای مجازی استفاده بشه برای هشدار به مردم. مردم البته عصبانی میشن وقتی که میشنوند که در اطرافشون زنانشون امنیت ندارن و به اونها تجاوز میشه. در این موارد در بیشتر اوقات دیده ایم که اطراف چوبه های اعدام در ملأ عام رو مردم پر میکنن. و یادمون باشه وقتی که دائما از مسئولیت های دولت و حکومت حرف میزنیم، از خودمون هم حرف بزنیم. و این مجوز و دستوری میشه که دولت ازش استفاده میکنه برای اینکه بگه این مردم هستند که
خواستار مجازات اعدامند. این حکومت نیست و این مردمی که در اطراف چوبه اعدام حلقه میزنند، هرچه تعدادشون حتی یک نفر هم که بیشتر باشه، عدالت اجتماعی رو و خشونت زدائی رو در زندگی ما ایرانیان به تأخیر میاندازه. برای اینکه استفاده میشه و سوء استفاده میشه ازش به نام وجه مشروعیت دادن به این گونه مجازات هایی که تعدادشون یکی دوتا در قوانین ایران نیست. در حال حاضر تمام فرماندهان نیروهای انتظامی، برخی از مدیران قضایی، همه دارن در این باره حرف میزنن که چرا اینقدر طول میده قوه قضاییه برای محکوم کردن، و پلیس داره خیلی علنی وارد قوه قضاییه میشه. درسته که خب خیلی ها میگن از قبل شده بوده، بله، ولی تا این اندازه هم براش کافی نبوده و در حال حاضر داره به بهانه اینکه نوامیس مردم در خطره، اموال مردم در خطره، داره قوه قضاییه غیر مستقل و دست نشانده رو باز هم میخواد بیشتر در اختیار بگیره و نمیخواد مراحل و پروسه دادرسی در حدود همین قوانینی هم که وجود داره طی بشه و داره میخواد حتی این مراحل رو هم که ما ازش انتقاد میکنیم حذف بکنه. اینها خطرات بسیار جدی است که جامعه ما رو در ایران در آینده، بچه های ما رو، نوه های ما رو، مردم ایران رو تهدید میکنه. ایران یکی از 7 کشوری است که مجازات اعدام رو هنوز لغو نکرده و گمان نمی رود که در شرایط کنونی که داره سوء استفاده میکنه از این وضعیت اجتماعی، ما بتونیم امیدی به آینده برای رفع این خشونت‌های قانونی داشته باشیم. برعکس، باید منتظر باشیم که مناسبات مردم با مردم بیشتر خشونت‌آمیز بشه و دولت زبانش درازتر بشه، برای اینکه لازمه با این مردم از در خشونت در آمد. در هر حال بحث همجنسگرایان هم بحث بسیار مهمی است. خیلی ها دارن از اون فتوایی که داده شده برای انجام عمل جراحی بهره برداری های تبلیغاتی میکنن و خیلی ها تصور میکنن که این فتوای شکیبایی و بردباری در برابر مثلا همجنسگرایانه، حالون که اینطور نیست. و من چندی پیش فیلم مستندی دیدم که نشون میداد با اینها اتمام حجت میکنن و از اونها میپرسن بالاخره میخواهی مرد باشی یا زن و باید تکلیفت رو روشن کنی، و وقتی مردی به هر حال به اجبار و از ترس مجازات ها و پیامد هایی که زندگی جنسیش میتونه داشته باشه تن به جراحی میده و زن میشه، من شاهد بودم در این فیلم مستند که اینها میگفتن ما راهی جز این که خواهشه بشیم نداریم، برای اینکه چون نازا هستیم عده نداریم و چون عده نداریم ما حتی میتونیم چند دقیقه به چند دقیقه سیغه بشیم و در نتیجه ما این گونه امرار معاش میکنیم. اینا دردهای بسیار سنگینیه که ما ناگزیر هستیم با این دردها صادقانه برخورد بکنیم. اما من از گفتن این حرفها اصلا نمیخوام به این نتیجه برسم که همین فردا صبح ما میتونیم یک چنین سیستمی رو کنف یکون بکنیم، و بلکه باز برمیگردم به بعضی از کسانی که دنبال روشهای با مدارا هستند و میگویند در این وضعیت خاصی که جامعه ایران به علت نبود عدالت اجتماعی و سوء سیاست‌های حکومت قرار گرفته، ما یک راه حل پیشنهاد می‌کنیم که
حکومت تجدید نظر کنه در رفتارش. و در صورتی که حاکمیت اهمیت موضوع رو بپذیره و در مشارکت مردم رو بخواد برای حل این موزل، باید حتما آزادی بیان رو بپذیره. ببینید، آزادی بیان فقط موضوعی نیست که به درد کار سیاسی میخوره یا به درد این میخوره که به هر حال احزاب یا چهره های سیاسی بتونن برنده بشن، و بلکه به درد دردها و آلام اجتماعی میخوره تا اینکه مبادله بکنن راه حل ها رو، پیدا بکنن راه حل ها رو از کشورهای دیگه و بودجه بهش اختصاص بدن. ما نیاز به آزادی بیان داریم، اگر که حاکمیت که خودش هم درگیر شده اهمیت این موضوع رو بخواد درک بکنه. ولی راه حل دیگری هم در اختیار حاکمیته که در اختیار ما نیست، و اون همین است که قانون احزاب و قانون شوراها رو در همین حد بسیار قلیل و کوچک و بیمقداری که هست بپذیره، برای اینکه اینا یک فرصت کوچکی در اختیار میذاره برای چند صدایی، در حالی که پارلمان در اختیار نمیذاره، در حالی که نهاد ریاست جمهور در اختیار نمیذاره. اما اگر که حکومت نمیخواد همکاری بکنه، دیگه چاره ای ندارن نخبگان جامعه که این فاجعه فرهنگی رو به نحوی لااقل اگر نمیتوانن تمام و کمال متوقف کنن، پیشرفتش رو جلوگیری کنن. و من فکر میکنم این راه حلی که شما انتخاب کردین برای گسترش آموزش از راه ماندگاری جوانها در ایران، هرچند که میدونم جواب نداده و الان کسانی که این راه حل رو در ایران عملی کردن در زندان هستند و در بدترین شرایط، ولی چرا اکثریت مردم اون کشور که بخش بزرگشون خارج از کشور هستند نتونن با تشکیل اتاقهای فکر، استفاده از اینترنت به مردم به هر حال اون چرا برسونن که باید برسونن؟ مهمترین معضل در حال حاضر که داره بر معضلات اضافه میشه این است که دارن تاریخ رو از اون چه که بوده بیشتر جعلی میکنن و به بچه ها تحویل میدن. و ای کاش بشود باز در فضای مجازی این آموزش غلط رو اصلاح کرد، تصحیح کرد، و شاید بشه کتاب‌های درسی رو که باز هم دارن بسته ترش میکنن و بیشتر تبعیض آمیزش میکنن، بشه در فضای مجازی اینها رو اصلاح کرد و به مردم یاد داد که کتاب‌های درسی نباید اینگونه باشد که هست. مداخله در سیاست خارجی دولت‌ها هم امکان پذیره با وجود حجم بالای ایرانیان خارج از کشور. مثلا دولت‌هایی که با دولت ایران خط و ربط بسیار زیادی دارند، می‌شود با آنها به صورت علنی و غیر علنی مکاتبه کرد، غیر از مکاتبه با نهادهای حقوق بشر، و از آنها خواست که سیاست خارجیشون را نسبت به دولت ایران به نفع مردم ایران تغییر بدن. نظم مبتنی بر تبعیض و خشونت در ایران مادام که از سوی جامعه جهانی با همه بدیهایی که به هر حال در تاریخ از جامعه جهانی میشناسیم، اگر از طرف جامعه جهانی پیاپی نقد نشه و دولت‌ها در روابطشون با دولت ایران مشروط عمل نکنند، فکر نمی کنم ما به جایی برسیم. ولی باز هم تبریک میگم به جامعه بهائیان ایران که راه حل دانشگاه در فضای مجازی رو مثل یک الگو و مدل در اختیار همه ایرانیان گذاشتند. متشکرم.